الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته از پروردگار مسئلت دارم، التجا داریم که خدای مهربان از همه فیض و فتوحات این روز جمعه همه ما و شما را خداوند برخوردار بگرداند و خدای مهربان در هر قدم های شما حسنات بنویسد و گناه های شما را خدای مهربان مغفرت بگرداند و خدای مهربان این جمعیت ما را عمر دراز و خاطر جمع نصیب و روزی بگردان، فرزندهای ما را هم خدای مهربان اهل هدایت و اهل توفیق بگردان. خدایا در دل ما محبت خودت را، محبت پیغمبرت را، محبت اسلامت را باز هم زیادتر خدایا جایگیر بگردان و خدایا غیرت اسلامی ما را زیاده بگردان. خدایا دشمنان ما را، بدخواهان ما را هیچ وقت به مراد و مطلوبشان موفق نگردان و خدایا جمهوری ما را آباد بگردان، صلح و آشتی و یک دیگر فهمی و آبادی را در این جمهوری تاجیکستان دائما ابدا نگه بدار و خدایا رهبر دولت ما را هم که برای آبادانی این تاجیکستان سعی و کوشش ها دارد، خدایا ایشان عمر دراز و توفیق با رفیق نصیبش بگردان و خدای مهربان امروز اولاد و اجدادهای گذشته ای که داریم و در عالم قبر خوابند، خدایا ثواب این موعظه ها را، ثواب این روز جمعه را به روحشان برسان، روح اونها را از این جمعیت ما راضی و خرسند بگردان. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين كما در دوام چهار جمعه از فضیلت خیر و احسان بهر شما صحبت داشتیم که الحمدلله من باوری کامل دارم که شما از این چهار ساعتی که در چهار جمعه صدا داد شما فهمیدید که خیر و احسان از جانب بنده چقدر فضل و چقدر اجر دارد و در بین این موعظه ها برای همه شما من باز گوشزد کردم که بهترین صدقه همون صدقه است که ما کان عن ظهر غنا، این حدیث پیغمبر است که فقط صدقه همون صدقه هست، اجر در همون صدقه هست که اگر آدم از حساب داراییش کند، از حساب دولتش خیر احسان کند، زیرا برای آدم دولتدار خیر احسان کردن هیچ غم و اندوه را برپا نمی کند. اگر شرایط من بهتر باشد، اگر پسندازی من خوب باشد،
اگر هرچی خیر احسان کنم باز خرسند می شوم، نه غمگین نمی گردم. و اسلامم قرآنم اللهم حبیبشم، همین سپارش ها را برای ما و شما مطرح کردن که انسان هایی که شرایط دارین، دولت دارین، دستی فقیر و دستی بیچاره و دستی بیوزن و دستی یتیم بچه ها را گیرین، دعای اونها را گیرین و به سبب این خیر احسانتان، به سبب این جوانمردیتان باز دولت شما را الله زیاد میکند، باز مال شما زیاد میگردد. چگونه که حبیب خدا حضرت با این قدر بزرگی قسم میخورند، والذی نفسی محمد بیدی، قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، چی قسم میخورد؟ ما نقص مال عبد بالصدقه، هیچگاه انسان اگر خیر احسان کند، ای انسان های دولت دار، پیغمبر قسم خورده ایستاده است، قسم به الله میگوید حبیبی خدا، ای انسان هایی که دولت و شرایط دارین، شما خیر احسان کنید مال شما کم نمی شود، بلکه الله در بالای مال شما باز مال زم میکند، مالتان میدهد. وقتی تو یک یتیم بچه را یاردن میکنی، یک طالب علم یاردن میکنی، یک مسجد را بنا میکنی، یک راه را تیار میکنی، یک آبیاری میکنی و دیگر خدمت هایی که وجود دارد و او بنده های خدا دست می بردارن و میگن پروردگار این جوان مردم مالش زیاده بگردان، دعای اونها در نزد خدا قدر دارد، قیمت دارد. وقتی یک توقع خوراکی را که در خانه یک همسایه و یک فقیر روان میکنی و ای دستش در آن خوراکی با لذت وقتی دراز میکند، بی واسطه وای میگوید که خدا پدر و مادر تا رحمت و مغفرت کند، خدا مرادها تا حاصل کند، دعای این پروردگار میشنود، دعای او را خدا قبول میکند. یکی بازگشته میگویم که برادرهایی که شرایط ها ندارین، قرضدار هستین، در بدر هستین، فرزندهایی در غریبی دارین، برای شکم به شما رسید کردن، اسلام بزیمه شما خیر احسان فرض نگردانید، واجب نگردانید. من انشاءالله در باب فضیلت زکات و وعید به زکات ها ان شاء الله در همین نزدیکی صحبت دارم، شاید جمعه این جمعه نه جمعه آینده شود. فقط شما آن خیر احسانی که می شود از جانب برادرها اونها را گرفته استفاده برید. من به خاطر چی این قدر جمعه های زیاد در اطراف این فضیلت صدقه صحبت کردم؟ تا که شما آگاه شوید که این مشکلاتی که ما و شما بالای خودمان آوردیم، این اسلام نمی خواهد. اینجا عیب اسلام نیست، اینجا عیب قرآن نیست، اینجا عیب خود ما و شما هست که این بار وزنین در گردن خود بار کردیم، این عیب ما و شما هست. اینجا اسلام گناهگار نیست، اسلام به ذات خود ندارد عیب، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست، اسلام هیچ عیبی ندارد. انشاءالله امروز سوال هایی که خیلی شد جواب هاشون منتظر هم میخواهم در اطراف اینها که خیلی سوال های زیاد آمده است، گفتیم دیگر سوال ننویسید تا که اونها را من حالی جواب گفتند، خدا دانا است که اونها را جواب میگوییم. السلام علیکم اکی حاجی مرزا، سوال میگویم بعد از مستحب دستت را به صابون بشو یا سه بار در خاک بزن، درست جواب گویی؟ البته هر یک انسانی که شما مستحب میکنین، یعنی بعد از حاجت خانه برآمدن خواهین که دست هاتون شوین، یعنی بعد گویم از حاجت خانه برآمدن، ما و شما مستحب آبی میکنیم. وقتی مستحب آبی که کردیم، بهترین صورتش همین است که امروز در خاک نی بلکه به صابون اگر دست آمون شوییم. امروز شکر خدا که صابون در شرایط ما و شما وجود داره،
بهترین صورتش همین است که پیش از آنی که به طهارت دست رو گوییم ما و شما شروع میکنیم، اول دست هامون به صابون شوییم تا که همون بوی دستی که همون بویی که در دست ما و شماست همون بوی دور شود و بعدا ما و شما پیوسته طهارت مون دوام دهیم. این بهترین صورتش است. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، با این سوال من جواب گویید که از قفای امامی که دندان تیلا دارد نماز خواندن درست است یا نه؟ مخلصی شما از واسه. از پس امامی که دندان تیلا دارد نماز جایز است؟ نماز جایز است. دندان تیلا چی برای زن چی برای مرد حرام است اگر بی عذر باشد. اگر عذر نباشد برای مرد چله تیلا، برای مرد گردنبند تیلا، برای مرد ساعت تیلا، دندان تیلا، همه این صراحتا در حدیث حرام آمدگی هست. حرامانی لذکور امتی و حلالانی لنسائهم، در متن همون شرح الیاس هم که فتوا هست در اونجا هم این در کتاب کراهیتش این حدیث تحلیل کردن که حبیب خدا گفتن ابریشم همراه تیلا و تمام مردهای امتم حرام گردانیدم و به زنهای امتم حلال گردانیدم. لیکن برای زنها انداختن گوشوار و گردنبند دستمانه جایز است، لیکن دندان تیلا اگر برای زیباگی کرده باشد این حرام است در اسلام، اجازت نیست. حتی حدیثی را که دائما بهر شما گفته بودم که حبیب خدا جوانی را زیارت کردند در دست او چله تیلا دیدن، چگونه یکی امروز جوان مردای ما و شما هم چله تیلا دارن، نماز خوانن، بچه های خدا ترسن، ذکرگو هستن، لیکن چله تیلا دارن، دوست می دارن چله تیلا را، لیکن پیغمبر خدا اون چله را چکا کردن؟ از دست این جوان گرفتن، از چله را دور پرتافتن. وقتی حبیب خدا از نزد اون جوان دور شد رفیقای او چی گفتن؟ گفتن حبیب خدا رفت، بگیر بردار از زمین، یا در دستت میکنی یا بردار خانه ذخیره کن. لیکن این جوان این جمله را که جوان گفت باید این تمام آن برادرایی که در دست چله تیلا دارن با خطهای زرین در خاندان نویسند، در بالای سرشان مانند، همون انسان هایی که چله تیلا دارند با خطهای زرین این جمله این جوانه باید در خاندانشان نویسند. این جوان چی گفت؟ گفت والله، گفت قسم به خدا، گفت این چله را که حبیب خدا از دست من جدا کرد و در زمین پرتافت اصلا و یا نمی بردارم، اگر چی نرخی او $1,000 هم باشد، $2,000 هم که باشد، من وای از زمین نمی بردارم چیزی را که حبیب خدا پرتافته. این جمله ای بود که از زبان این جوانمرد خدا ترس برآمد. این باید در تمام جوانهای ما این شعار باید. این جوانمردی نیست، این جوانمردی نیست که در دست من چله باشد که $3,000 و $5,000 قدر داشته باشد. من جوانمرد انا همون جوانمردی را میگویم که در پهلوی برادرای فقیر ایستاده و مردم را یاردم کند. مال داری، ملک داری، خوش به حالت، من طرفدار شما هستم. من دائم دعا میکنم که خدای مهربان تمام مردم تاجیکستان را بای بگرداند. دائم دعای ما این است. ما نمیخواهیم که شما کم بغل و فقیر باشین. چگونه پیغمبر دعا کردن اللهم این اعوذ بک من الفقر، پروردگارا از کم بغلی به سوی تو پناه طلب میکنم. این دعای پیغمبر بود. ما هم پناه طلب میکنیم که خدا شما را اصلا فقیر نکند. لیکن شرایط داری، دولت داری، مال داری، خوش به حالت، خدا باز دولت تا زیاده گرداند. لیکن برادر و اولاد و اجداد بعضی همون چلدارها باور کنین پدرش گرسنه است، مادرش گرسنه است، خانه دادش از سالش قطعی باور که خبر نمیگیره، تمام اولاد اجدادش از او شکایت داره و لیکن در دست یک چله هست که اگر شاید که ما و شما برداشتش نتانیم، یا
یا در گردنش چنان گردنبندی هست که اگر در ترازو کشش شود 2 کیلو بیاید، لیکن همت ندارد، همت ندارد. گفتی همون شاعر، دولت را فیل بردارد میانش بشکند، دولت اگر فیل برداره میانش بشکند، همت را پشه هندوستان برد. یک چنان همت داره که یک پشه بگیره هندوستانش میبرد. تو همت داری، تو جوان مرد باشی، مرحمت، امروز راه های کمک خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. امروز برادرای تو نصرانی شده ایستادن، امروز بیماری های داریم، بیچاره ها که میگه 100 سامان در کار کمی چشم جراحی کنم 100 سامان نمیابد. در همون محله زندگی دارد که شاید که چندین جوان مردی چلدار باشد، مرحمت انا راهی کمک، راهی سوال. این ملامت نیست، این تحقیر نیست، باز یکی اگان تای شما خفه نشوید. دندان تیلا اگر داشته باشد امام، از پسش نماز خواندن درست است، درست است. ول اولا بیل امامتی اعلم و بی سنتی است، ثم الاقر ثم الاسد. همون عالمی که اگر دندانش تیلا هم که باشد، لیکن عالمی با سنت است، از همه مسئله و مسائل شریعت درکدار است، قرائت خوب دارد، تقوا دارد، از پسش نماز می خوانیم. لیکن این عمل همه شما دانید که اسلام طرفدار دندان تیلا نیست، طرفدار چله و طرفدار گردنبند نیست. حتی همون جوان چی گفت؟ گفت آیا میخواهی که پارچه آتش دوزخ در همین دنیا در دستت کنی؟ یعنی این چله تیلا گفت روز قیامت گفت به آتش از آتش دوزخ مبدل میشود و در انگشت تو داخته میشود. داری خوش به حالت بر، ذخیره کن در پهلوی همون پولهایی که جمع کردی، در پهلوش بگذار، یه روز در کارت میشود. خرید و فروشش گناه نیست، فقط در بر کردنش گناه است. اگر تجارت هم که کنین تیلا، تجارتی تیلا درست است. السلام علیکم اکی حاجی مرزا، من یک مخلص شما هستم، عاشقان را اسلام چی میگوید؟ عاشقان را اسلام سخنی سخت نمیگوییم. عاشقی این جایز نیست در اسلام. دادرای عزیز، جوانای عزیز، عاشقی خود معنی ندارد. هر کسی را که شما میخواهین که نکاح کده گیرین، شما را اسلام رخصت داده است که رفته چهره و یا تماشا کن، رو و یا ببین، خوب است، خوب صورت است، بد صورت است، خوش سخن است، بد سخن است، همه اینها را از تجربه بگذران و بعدن چیکار کن و یا نکاح کده بگیر. لیکن اجازت نمیدهد اسلام که تو با او دستی به دست کرده و ماها و سالها با او یک جایه بگردی و آخر آمده بعد نکاح کده گیری. این حرام است در اسلام، اجازت نیست. شما وقتی یک دست یک دختر را میقپین، من به همه شما یک سخن را میرسانم، فقط خواهری خودتان پیش چشم بیارید، فقط خواهری خودتان. وقتی تو دست یک خواهری برادرم میقپی، هیچ وقت نیتی تو نیتی پاک نیست، تو دروغ میگوی. با دلی صاف، این دلی تو صاف میشد، دستی او دختر قپیده و فشرده و از دستی او راحت نمی بردی. او دلی تو خیلی دلی غشت است، او دلی تو خیلی دلی سیاه است. او را من میبینم، من میفهمم، تو دروغ میگویی. وقتی دستی او را قپیدی، تصور کن که یک رفیقی تو دستی خواهری تو را میقپد، خودت را چخیل تصور میکنی؟ مدام برای خودت که نمیخواهی، برای برادر مسلمان تم نخواه. یک برادر تم بیچاره را در غم اندون افتان، تا که فردا یک رفیقش میگوید میدانی خواهرت با فلانی دیدم، خیلی آدم غمگین میشود، ناراحت میشود.
از این خاطر اسلام عاشقی را هیچ وقت جایز نمیگوید. حتی شما تلفنی هم صحبت داشته باشید اسلام این حرام میگوید، تلفنی، زیرا صدای زن خودش ریاکسیه دارد، خودش یک وجود آدم را ویران میکند. با تلفن حتی همراه او صحبت نکن. حبیب خدا به تمام جوانها سپارش داد، یا معشر الشباب، ای جوانهایی که شما زنگیرین، شما زنخواه هستین، من استطاع منکم الباعت فلیتزوج، کدامید که اگر قوت داری، پول داری، زن بگیر. و باز گفته است پیغمبر، ای مردمی دختردار، مهر دخترتان را بلند نکنی. بهترین زن همون زنی که مهرش کم است. دختر تا نرخ قیمت نمان که آیسته آیسته پای مردم دیگر از دروازه تو کنده می شود. این دختر است، او شهوت دارد و هم شوهر می فارد، روز از روزها تو را به آب رو می کند با این نرخ نوایی که تو در او دختری خود گذاشتی. جوانها را می گوید کدامت پول داری، مال داری، زن بگیر. فایلم یستطیع، ای حبیب خدا اگر نداشته باشیم چی؟ فعلیکم بالصوم فانه وجاء. گفتن جوانای عزیز، مادامی که نداشته باشین خدا شما را صاحب مال و ملک کند و دخترها را، دختردارها را خدا انصاف دهد، شما روزه گیرین تا که شهوت شما، همون شهوتتان به واسطه روزه شکسته شود. روزه بگیرین، گفت روزه شما را مانده میکند، روزه شما را شکسته میکند، همون طغیان شهوت از بدن شما دور میکند. این از توصیه پیغمبری خدا. تعجیلی مخلص شما از شهر دوشنبه. السلام علیکم حضرت حاجی مرزا، ما مخلصان شما از شهر دوشنبه با زیارت شما آمدیم. از شما خواهش میکنیم که در حق اهل عائله ما یک دعای خیر میکردی. بعدم با یک سوال با شما مراجعت میکنم. من 2500 دلار امریکایی با یک برادر اسلامی دادم. یک سال میشود که وی پول مرا بر نگردانیده است. من از همین پول زکات میدهم یا نه؟ اولا پروردگار مهربان، آن مراد و مطلوبی که در این عائله هست خدایا با فضل و کرم خودت برآورده بگردانی، آمین یا رب العالمین. و دیگر این برادری که 2500 دلار داده است، تا حال بیچاره پول گرفته نمیتواند و از این پول زکات میدهد یا نمیدهد، البته زکات میدهیم. اگر پول ما و شما در دست مردم در قرض باشد، تا زمانی که وای گوید که نه من نمیدهم، یا گوید که من پول تو را نگرفتم، تا این زمان ما از او پول زکات میدهیم. این وقتی ما پیشش میریم پول ما نمیدی یا نمیدی، میگوید که میدهم، یک ماه پس میدهم، یک سال پس میدهم، تا همون زمان ما زکات او را دادن میگیریم. اگرچه پول در دست مردم هم که باشد، در دست مردم هم که باشد و مال ما هست، از این خاطر از آن پول ما و شما زکات میدهیم. برادر عزیز، شما با کسانی داد گرفت کنین که این گونه شما را ندوانند، با برادرها یار رفیقی کنین که از خدا میترسیدگی باشد، تا که امروز شما سرگردان نشوین. بسیاری برادرهای را دیدیم با یکدیگر رفیق بودن، مناسبت چون به واسطه همین قرض و پول با همین مناسبت هاشون ویران شد. برای همین شما پول هاتون همه وقت در شخصای دهید که اونها ایمانی به الله دارن، ترسی از خدا دارن و شما باوری کامل دارین از اونها، این حالت با اونها داد و گرفتی پولی کنی. السلام علیکم داملای شیرین سخن بابای حاجی. من یکی از مخلصان دائمی شنونده شما که در ناحیه مومن آباد زندگی دارم، از شما سپاسگزارم که در حق ما دعای کنید که ما به همسایه بد گرفتار هستیم که مدت یک سال است که با ما جنگ و جدال دارد
من از کسیت 56 شما در مسئله همسایگی گفتگوی شما را شنیدم که این به من بسیار معقول شد و خواستم که مکتوب را به شما نویسم. خواهش مرا التماس رد نکنید، در حق ما دعا کنید، مکتوب مرا همین جمعه خوانید. من انتظار جواب دعای شما هستم بابای حاجی. با احترام، یک زن از ناحیه مؤمن آباد. قیل یا رسول الله این فلان تصلی لیلا و تصوم النهار و تؤذی جیرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار. این برادر ما کسی باشد در یک همسایه خیلی بدی گرفتار شده است و میخواهد که با واسطه دعای ما و شما از این همسایه بد نجات یابد، از دشنام او نجات یابد. این حدیثی که الحال بر شما خواندم، این حدیثی هست که نزد پیغمبری خدا یک نفر آمد گفت ای پیغمبری خدا، یک نفر شب تا به روز نماز میخواند، روز باشد روزدار است، لیکن همسایه اش را بسیار آزار میدهد. در حق این گونه انسان چی میگویی؟ حبیب خدا چی گفتند؟ لا خیر فیها هی فی النار. گفتند آن نماز شبش و این روزهی که در روز میگیرد نیست خیر در آنها، با او خبر دهید که وای دوزخی هست. کسی که در پی آزار همسایه هست. ما زال جبریل یوسینی بالجاری حتی زننت انه سیورثه. حبیبی خدا را حدیث صحیح هست، هرگاهی که جبرائیل پایان می شد نزد من می آمد، مرا از حق همسایه داری خبر می کرد، دائم در حق همسایه داری مرا تأکید می کرد. گمان بردم این که انسان وقتی از دنیا می گذرد همسایه از همسایه میراث می برده باشد، تا این قدر گفت حضرت جبرائیل مرا تأکید کردن. بسیار بد است برادر عزیز، هر کدامی که شما همسایه دارین خوب است ناخوب است با او معامله خوب کنین، کار کنین که با او رفت آمد کنین. خداوند این بنده ای که از این جمعیت ما دعا طلب کردن، خدایا به همه مراد و مطلبش موفقش بگردانی و همه خصلت های ناخوب این همسایه را خدای مهربان از بدن او جدا کنی و در عوض این خصلت های بدش خداوند به او حلم و به او نرمی و به او انصاف نصیب بگردانی. آمین یا رب العالمین. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم داملای عزیز، من خواهر اسلامی شما، کسبی من همشیره طبی می باشد. اگر در یگان بیمارخانه کار کنم و مردهای نامحرم را جایز است که اوکال کنم، التماس با این سوال من جواب دهید. البته در ضروره جایز است. اگر همون خواهرهایی که همشیره هستند در بیمارخانه ها کار میکنن، بغیر اونها دیگر نفر یافت نمیشد که مردها را معالجه کند، در این حالت جایز است که این زنها همون مردها را همون موضعی فقط ضرورت شه همون موضعی ضرورت تبابت کنن، جایز است، اگر با شرط که ضرورت باشد. السلام علیکم بابای داملا، خدای مهربان صفی شما بر این عالم ها را زیاده بگرداند. بابای داملا التماس با این سوال من جواب گردانید، اگر آب دیده کنید طهارت میشی کند یا نه؟ ما یکی از مخلصان اشعدی شما هستیم، یونس و منوچهر و یعقوب و خدای داد، و در آخر با ما یک دعا کنید که ما قرآن را نیست کردیم و با آخر رسانیدیم. خداوند شما را حافظ کامل بگرداند و در این حفظ کرده اتون خدای مهربان شما را عمل کننده بگرداند. آمین یا رب العالمین. آب دیده طهارت نمی شکند، آب دیده هیچگاه طهارت نمی شکند. اگر از کدام ما و شما آب دیده جدا می شود،
چه از ترس الله باشد، چه از روی مصیبت باشد، این به طهارت هیچ دخالتی ندارد. برعکس، اگر انسانی که اگر از ترس الله، اگر گفتن حتی به سر یک پشه، اگر یعنی همون آب چشمش به اندازه یک سر پشه باشد، الله گفت از روز قیامت وای از عذاب دوزخ نجات میدهد. دوستان خدا میگوید وقتی از چشماشون که آب میریخت، آب در زمین افتیدن نمیماندن، بلکه اونا آب چشم میگرفتن و در وجودشان میشکیدن، میمالیدن و میفهمیدن که در کجای بدن اگر آب دیده از ترس الله چکیده باشد، همون موضع را آتش دوزخ سوزانده نمیتاند. از این خاطر این ثواب دارد، این اجر دارد. طهارت شما را نقص نید، طهارت شما را باز نورانی میکند. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی مرزا، همین سوال ما را امروز جواب گردان. مرده شب مانده را در شب شستن ممکن است یا نه؟ دوم، اگر پدر بیمار باشد با پسر ممکن است که او را تازه نماید؟ از شما منت دارم. مرده در شب وقتی میماند شستنش بی نهایت لازم است. اگر در کدام خانه ای که مرده باشد و فردا نیت گوراندن او داریم، همان شب شوییم، تازه کنیم. سحر وقتی که ما او را برداشتن کی شدیم، باز یک خبر میگیریم. اگر هرچی از خون و از چیزی که از وجود او بیرون شده باشد و یا بالتا گرفته، تازه میکنیم. دویم باره شستن دیگر حاجت نیست، همان یک بار شستن خودش واجب است. شستیم، سحر پاکیزه میکنیم، تازه میکنیم، پیش از آنه که در کفن او را چکار کنیم، جای کنیم. این بسیار خوب است. دیگر روز باز گویم سرگردانی ها کمتر میشود، ثواب است. و برای فرزند تازه کردن پدر جایز است یا جایز نیست؟ اگر مادرش باشد، برای مادر این وظیفه است. مادرش، یعنی برای زن همون مرد وظیفه زن است که باید که زن مرد در حالت بیماریش بیمارداری کند، باید تازه کند، شوید، پاکیزه کند. لیکن مادامی زن نباشد، این حالت در برای فرزندان از روی ضرورت جایز می شود که فرزندان همون پدر نگاه می کنند تا که پدرشان باز یک بار درچان زیاده نشود، یک بار چرکی او زیاد نشود، یک بار گویم بو و آن بوی که در وجود او است باز او افزون نشود. این حالت در رخصت می شود. همین مکتوب ها را خیلی کم نویسین، فقط گفته بودن سوال نویسین بس. اینجا در خیلی صحبت ها نویسانده است. خب بعضی نصیحت ها ما را هم کرده است، رحمت. خب دو سال پیش مادرم وفات کرد و بعضی آدم ها به من گفتن که خانه را انداوه نکن، خانه را سفید نکن و تا یک سال چکدان تانه نکن که اوبال است، برای آن که یک سال باید اعضا بگیریم. من میگویم با آنها که شریعت سبوکی گفته است باور نمیکنند. اگر یک سال پس پدرم، دو سال پس بابایم، سه سال پس مامایم وفات کنند، من کی خانه ام را تعمیر میکنم؟ یا که زنی گفت که پسر برای مادر کفنی نخرد که اوبال است. التماس با سوالی من جا، اینا همه یک گپای بیهوده هستند. کفنی را میخریم، کفنی ما را تیار میکنیم، خوب است. و اگر پدرمان، مادرمان، کدامش که از دنیا هم کی گذرد، این گذشتن این امر حق است، هممون میگذریم. و این به تعمیر خانه گذشتن هیچ وابستگی ندارد. خانه‌مون رو تعمیر میکنیم، تازه میکنیم، سفید میکنیم، هر بهبودی که در خانه لازم باشد جاری کردن میگیریم. این در شریعت گناه نیست که پدرش مرد است این خانه ها را سفید دارد،
این جای ملامت نیست، بلکه پاکیزگی خودشم از اسلام است. ان الله النظیف یحب النظافه، ان الله جمیل یحب الجمال. خدا خودش زیبا از زیباها را دوست می‌دارد، خداوند خودش پاک از پاکیزه ها را دوست می‌دارد. از این خاطر این به معرکه های مصیبت کاری ندارد. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان ما، خداوند دنیا و آخرت ما و شما را آباد کند. اما بعد در مسجد محله ما هر کس برای خود جای را اشغال نموده است. اگر مبادا دیر ماند و به جای آنها کسی دیگر گذرد، تو در جای فلانی نشستی گفته بعضی دیگرشون تنقید میکنند. آیا اسلام در مسجد برای خود جای اشغال کردن را به ما اجازت میدهد یا نه؟ دوم، بعد خواندن فرض یا سنت ما جای خود را عوض میکنیم. این کار ما با دیگرها نمیفارد. داملای عزیز با این مسئله ها روشنی میدادید. اله ما و شما را خداوند از بلاهای زمین آسمان نگه دارد. مسجد جای ندارد. مسجد برای هیچ کس جای معین کردگی نیست. فقط برای امام جای هست. برای دیگر هیچ کس جای نیست. هر جایی که انسان می آید می نشیند، برای او جای هست. اگر مبادایی که من این مسئله را یک بار دیگر گفته بودم، یکان جوانی که اگر یک موی سفید احترام میکند و در جای خودش شیناند، این حق همو جوان است. وای در جای من نشست گفته وای ملامت کنی، این تو گناهگار میشوی. مسجد جای ندارد. اینجا نفری هست، مخصوص مثال مسجد ما، نفری هست که از ساعت 9 و 10 آمده در امین نزد ما مینشیند و اخلاص دارد و محبت دارد و یک انسان آمده و از زیر کشش برداشته و رو از جای من، این جای من است، این در حقوق ندارد. این آزار می شود. بعد خواندن فرض پریشان شدن خودش سنت است. کسی را می فارد نمی فارد قانون شریعت است. ما با فاریدن یک برادر چیکار داریم؟ وقتی امر پیغمبر باشد، وقتی دستور شریعت باشد، فلانی را فارید نفارید، ما عمل اسلامی مان انجام دادن میگیریم. وقتی فرض خواندین دیگه شما پریشان شین در مسجد. این خودش سنت است. سنت، اگر کسی در سنت می ایستد، در سنت صف می ایستد، خودش مکروه است، اجازت نیست. کتابی بلند نرود، همین گوری میری را بیند، این شرح مختصر است. در همین گوری میری در باب سنت ها همین مسئله آمدگی است. سلام اکای حاجی مرزا، من مخلصی اشدی شما هستم. با همین سوال من پاسخ درست دهید. من نماز خود را می خوانم ولی در مکتب با لباس مکتبی و سری لیچ می روم. من جواب شما را انتظار هستم. خواهر عزیز، اسلام برای تمام پیروان خود لباس معین کردگی هست. میگوید صاحب مختصر، ما آیت قرآن دلیل، اگرچه مختصرم استدلالش از ما آیت قرآن است. والحرتو کل بدنها الا الوجه والکف والقدم. صاحب مختصر در کتاب صلات میگوید زن مسلمان کل بدنش باید پوشیده باشد مگر چهره رو، یعنی چهرهش کشاده باشد، گناه نیست. کفای دستش تابد، گناه نیست. و کفی پاشم که تابد، این گناه نیست گفتم. و رجل من تحت سرتی الى تحت رکبتی. اما مردها را چی؟ از زیر ناف
تا زیر زانوش فرض است. کسی باید این موضع را نبینه. صاحب مختصر در عباره در کتاب صلات با ما و شما معین کرده. از این خاطر خواهر عزیز یا برادرای محترم، اسلام الحمدلله که برای ما و شما لباسش معین کرده است، برای زنها پوشیدن کل بدن، مگر چهره هاشان، کف دست هاشان، پای هاشان اگر تابد این گناهی نیست. بغیر این اگر سر لج باشد، پیشی بر لج باشد، پای های او میتافتگی باشد، اینجا علک وی گناهکار در نزد الله است، وی گناهکار است. حدیثی را از پیغمبر خدا بهر شما میخوانم. افسوس که امروز چه یک مصیبت کلان آمد که مردها لباس زنها را میپوشند، زنها باشند لباس مردها را میپوشند. امروز دیگر ما میگوییم تاجیک هستیم و فخر داریم به تاجیکیمان. امروز دیگر تا دختر تاجیک از غیر تاجیک شناخته نمیشود. آلی کولاب الحمدلله خیلی خوب است. شما پایتخت روید احوال دختر تاجیک بینین، خیلی آدم اگر حس ملی، اگر حس وطن دوستی داشته باشد، باور کنین خیلی مصیبت کلان در گرفتار می شود. دیگر شناختش نمی شود که این دختر از کجاست. و وقتی که اگر صحبت می کند با زبان تاجیکی صحبت می کند، این خیلی مصیبت کلان است. ما الحمدلله مردم تاجیک با خودش لباس خاصه داشت، لباس ملی داشتیم، لباس های بهترین زیبا داشتیم. چرا از اینها استفاده نمی برند؟ چرا اون لباسی که خود مردم تاجیک دارد، این مردم همین مردم خود مانا لباس شد نمی پوشد؟ لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. حبیبی خدا گفتند لعنت الله است به همان مردی که لباس زن می پوشد، و لعنت الله است به همان زنی که لباس مردها را می پوشد. امروز دخترای تاجیک ما و شما کرته های ما و شما را می پوشند، پیشای بر اونها نمایان، گردن های اونها نمایان، تمام وجود او نمایان. پس آیا جنایت کی روشن می کرده است؟ این جوانایی که امروز در زنا داده شدند، امروز جوانایی که گوییم 5 سال و 10 سال زندانی می شوند، چیکار کرد؟ فلانی قتل زنا کرد. و سببش در چی است؟ سببش در همین است که تو لباس چنان لباسی هست که مردک به خود جذب کردی. آخی اگر مرده نباشد وای دیگر شهوتش بیدار می شود. اینجا مرد دیگر چی گناه دارد؟ آیا همچنان نیست؟ کدام ما و شما اگر بینیم، کدام ما و شما بینیم احوال همون زنها را در حال وجود ما و شما تغییرات پیدا میکنند. برای چی حبیبی خدا گفتند یا معشر الشباب، ای جوانها زن گیرید؟ برای چی گفت؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. برای چی گفت؟ برای چی شما جوانها را گفت پیغمبر که درو زن گیرید؟ زیرا گفت این زنی که شما میگیرید اغض للبصر، چشم های شما را پرده پوش میکنه، و احسن للفرج، دیگر شما را به زینا کردن نمیمانه. یعنی شهوت شما دیگر شکسته میشود با همون زنی خودت، دیگر میل تو، عشق تو دیگر به سوی زنی بیگانه نمیرود. از این خاطر از همه خواهرای عزیز، از همه زنهای مسلمان، خواهش ما همین است که لباس ملی تان پوشین، لباس ملی تاجیکی که داریم، از کرته های اطلس و از کرته های چکن و از همون رویمال های زیبایی که داشت مادرهامان، مامهامان، از همونها پوشین. انشاءالله این تاجیک بدن تو هم نشان میتد. امروز تمام مهمان های دنیا برای تاجیکستان دیدن. امروز این جناب عالی تمام تاجیکا را در روی دنیا معرفی کرد.
ما را به تمام مردم دنیا شناس کرد که ما مردم چی هستیم. مردم مهمان پذیر هستیم. ما مردم خوب هستیم. ما مردم مسلمان هستیم. اونها آمده ما و شما را میبینند. از لباس ما، از رفتار ما، اونها خلاصه میبرارند. ای الله. السلام علیکم پیشوای ما مسلمان و که حاجی میرزا. چند سوال دارم. بعضی کسان میگویند که در دوزخ مقدار گناهت عذاب کرده میشوی و بعد آن به جنت داخل میشوی. این گپ درست است؟ درست است. بعد نماز را تمام کردن بعضی نفرها جای نماز را بوسه میکنند، برویشان میمالند. این روا هست؟ نه، روا نیست. مختصرا جواب میگویم، همون جای نمازی که شما بالاش نماز خواندین و یا گرفته و در دیده هاتون مالیده و بوسه نکنین، این جایز نیست. این نه امر الله هست، نه امر پیغمبر است. اگر دو نفر همه وقت در خانه جماعت کنند، ثواب مثل مسجد است یا اینکه کم؟ زیرا من یک بابایی دارم که همیشه در خانه نماز میخوانیم. نماز ما چی گونه نماز است؟ تو اگر جوان باشی خود در مسجد بخوان، بابات که آدم افگار باشد وای در خانه خواندن بگیرد، وای ثواب مسجد هم میگیرد، زیرا وای عذر دارد. لیکن تو که عذر نداری، تو آمدم در مسجد نماز تا بخوان، این حالت تو هم ثواب میگیری. من را در خانه نمیمانند که در بعضی روزها سر شویم. میگویند که در این روز حضرت فاطمه پنجشنبگی میدهد. خصوصا روز پنجشنبه من بار با آنها جنگ کردم که گپ شما نادرست است. شما با این گپ چی میگویید؟ التماس جواب گویید ضرور است. حکم دنیا در پنجشنبگی خوردیم بس نیست، با در جنت هم پنجشنبگی هست نیست، در آنجا پنجشنبگی. این پنجشنبگی هایی که در گردن ما و شما بارش کردن همین دنیا ده است. در او جنت بی پروا انشاءالله خوردن بگیر. حضرت فاطمه پنجشنبگی ندارد. تهمت در ذمه حضرت فاطمه نمانی. این سخن دان خیلی سخن وزنین است. یک آدم تهمت نکنین. هر روزی که میخوای سر تا شستن بگیر. هر روز در همه ساعت سر شستن جایز است، علال خصوص در روز جمعه. اینقدر تأکید ما برای چی است که پدرای عزیز، برادرای عزیز، شما دائم خوشبوی باشین، دائم بدنهاتون بیبوی باشد. در پهلود یک برادر که نشست، از بوی عرق بدن تو نافار نشود، ناراحت نشود. برای چی؟ حضرت ابن عباس برای شما مثال آوردم که حضرت گفتن هر وقتایی که آیلم زنم در پهلون که میخوابید خودش خوشبوی میکرد، آبازی میکرد، طهارت میکرد. وقتی حال او را که اینچونین دیدم، حضرت گفتن من هم برای زنم آبازی میکردم، خوشبوی میکردم، بعدا در پهلوی زنم خواب میکردم. از این خاطر شما هم در جاگه خوابتون خوشبوی کنین. هنمون جاگه خوابتون در وقت خوشبویی میکنین، این خوشبویی با زمین آن که سنت است، دیگر حکمتش همین است که هیچ آسیب جین به شما نمیرسد. آسیب جین، جینی که شما در خواب هستین ضرر میتواند رسانیده، حتی عیبوی همون خوش شما را آنها به سوی شما آمده نمیتوانند. برای همین دائم بدنها تا نشوین. چهارشنبه است، پنجشنبه است، جمعه است، کدام وقتی میخواهید شستن گیرین، ثواب میگیرین، هیچ وقت گناهگار نمیشوین شما. حضرت داملا، یک رفیق ما 5 سال پیش مسلمان بود، سال 2000 زنی مسیحی گرفت و از مسلمانی روی گردانید، صاحب 4 فرزند شد. الحمدلله حاضر با
باز مسلمان شده است، لیکن زنش مسیحی است و اسلام را قبول نمی کند. این رفیق ما پیش از مسلمان شدن زنش گفته بود اسلام بر ضرر تو هست. اکنون این رفیق حیران است، با زن مسیحی زندگی در اسلام جایز نیست. زنش اسلام را قبول ندارد. اگر طلاق دهد زنش طعنه می دهد که نگفته بودم که اسلام بر ضرر تو هست. سوال، تقدیر این عائله چی می شود؟ با احترام مخلص شما. زن مسیحی را گرفتن جایز است، چرا جایز نیست؟ زن کتابی، اگر این زنهای روسی که هستند، خب اینا را زنهای کتابی میگویند، یعنی با انجیل حضرت عیسی ایمان آوردگیند، اینا را نکاح کرده گرفتن جایز است. اگرچه مرد مسلمان هم که باشد، این زن نصرانی هم که باشد، درست است زندگیشان. از این خاطر تقدیر این عائله هیچی نمیشود، زندگیش دوام دادن گیره. فرزندهایی که دارد اون فرزندها را در روحیه اسلام تربیت کند. بهترین صورت شأن همین است. این چهار فرزندی که آمده است به دنیا، اینها را مسلمان کند، اینها را تربیت کند، اینها را پیرو آیات قرآن و پیرو احادیث های پیغمبر کند، انشاءالله هیچی در زندگیش زلال خلل نیست. زندگیش دوام دادن گیرد. السلام علیکم داملای محترم. بعد سلام، این که ما دو سوال داریم، خواهشمندیم تعجیلی جواب گردانید، آن ضرور است. در مسجد ما ملا در یکم رکعت آیت از سوره یاسین و بعدن در دویم رکعت از سوره بقره خوان، این درست است؟ درست است. اگر قصدن کند گناهگار می شود، ویلا اون قصدن هم که کند نمازش درست می شود، لیکن گناهگار می شود. ما شما سوره بالا و سوره پایان می گوییم، اگر سوره بالا و سوره پایان در نماز خوانی، اینجا در مسئله فقهی حنفی می گذرد که مکروه است، ترک سنت است، لیکن نماز درست می شود. نماز درست می شود. مثل که این اول سوره اخلاص است، یعنی قل هو الله احد، و بعد او میآید سوره فلق، قل اعوذ برب الفلق. باید در نماز ما اول سوره اخلاص را بخوانیم، برای با ترتیب این چنین آمدن، دوم سوره فلق را خوانیم. لیکن مبادایی که اول سوره فلق را خواندیم و بعد سوره اخلاص را خواندیم، انا همین هم میگن سوره بالا و پایان شد، این نماز درست می شود. فقط اگر همین قصدن کنی گناهگار می شود. برای همین این امام نماز درست شده است. دوم، نماز خفتن را در ساعت 8 می خوانیم، درست می شود یا نه؟ درست نمی شود. اقلا باز برای همه شما، امروز مفتیات قانون دارد 1.5 ساعت بعد نماز شام، بعد نماز شام 1.5 ساعت باید ما و شما منتظر باشیم. اگر مبادای سراسیمه باشیم، مبادایی که هیچ طاقت نیست، این حالت ما و شما اقلا 1 ساعت باید که منتظر باشیم. 1 ساعت اقلنش باید 1 ساعت بعد نماز شام منتظر باشیم. این حالت ما نماز نماز ما نخوانیم، دیگر هیچ شک شبهه در نماز ما و شما باقی نمیمانه. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، من از شما خواهش دارم با سوالهای ما زودتر جواب گردانید. من نماز خوانده ایستادم، شخص دیگر مگنیتافون در امر معروف مانده گوش میکند، آیا نماز من خلل نمی رساند؟ این به خودت وابسته است. اگر تو در حالت نماز باشی و در حالت گوش کردن امر معروف، اگر خوب میشد که اون برادر به این نمازخوان ما یکان تشویش و یکان خلل پیدا نکند. یکی مبادایی که وای گوش کردن که گرفت، اینجا وابستگی از خود نمازخوان دارد که به او توجه نمیکند، بلکه نمازش خواندن میگیرد. اگر در وقت نماز شام ساعت 7 باشد، در روز هوای ابر نماز را چی خیل میخوانی؟ ساعت 7 میخوانی یا اینکه بر وقت میخوانی؟ در آخر در حق ما دعا کنید خدا شما را
همه تون را نگه دارد. در روزهای ابرناک در مسئله می آید که نماز عصر و نماز خفتن باید که بر وقت خوانده شود. در روزهای ابرناک وقتی ابر فرا می گیرد جهان تاریک می کند، این حالت ما نماز عصر و نماز خفتن را بر وقت می خوانیم. لیکن غیر اینها را، چی نماز بامداد باشد چی نماز پیشین باشد، خب اینا را ما و شما، یا نماز شام باشد، اینا را بر وقت‌تر می‌خونیم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، من مادرم، پسرم عائله دار است. وقتی که پسر از مادر برنجد، مادر برای فایده خودش نصیحت کند، همراه مادر قهری میکند، نماز جمعه رفته او و این پسر درست میشود؟ جوابش را پر رفهمونی. یعنی این مادری که فرزندش را نصیحت میکند، پند موعظه میکند، لیکن بازم این فرزند با پند نصیحت مادر هیچ اهمیت نمیدید و باز با این مادر قهری میکند، اسلام چی میگوید؟ چی در سوره عنکبوت، چی در سوره اسراء و چی در سوره لقمان از پروردگار سپارش آمده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا. در سوره عنکبوت است. خداوند میگوید من امر میکنم، سپارش میدهم همه فرزندها را، چی دخترها و چی بچه ها را، که با پدر و مادرشان نیکو باشند، رفتاری خوب کنند. در دیگر سوره لقمان خداوند و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولی والدیک و ایلی المصیر. خداوند میگوید سپارش میدهم بچه ها و دخترها را، هر کسی که صاحب پدر و مادر است سپارش میدهم که فراموش نکنند که حملته امه وحنا علی وحن شده علی شده. مفسران میگویند فراموش نکن که همین مادری که امروز تو همراه او قهری هستی، همین مادری که امروز تو را رنجانیدگی هستی، همین مادر تو را در شکمش برداشتگی هست. تو از شکم همین مادر به دنیا آمدی. و فی ساله و فی عامین انا، همین مادر تو را 2 سال دیگر با شیر داد. خداوند در انشکر لی ولی والده، شکرانه این ذات الله را کن خدا میگوید، و شکرانه پدر و مادر تو کن. و فراموش نکن ای فرزند که بازگشت تو به سوی پروردگار است. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. خداوند چی میگوید؟ حکم میکنه پروردگار تو اینکه بجز ذات من دیگر به هیچ چیز عبادت نکن، هیچ چیز را پرستش نکن، لیکن با پدر و مادرت رفتاری خوب کن. ولا تقل لهما اف، خداوند حتی نزد پدر و مادرت اف نگو. کجا آنجایی که وقتی تو ملال میشوی، کجا آنجایی که وقتی تو قهری میکنی اف نکن. ولا تنهرهما، نهر نزن، بلند آوازی نکن، داد نگو بسوی او. و قل لهما قولا کریما، هر وقتای با او صحبت میکنی با زبان خوش، با زبان ملایم با او صحبت کن. و اغفظ لهما جناح الظل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. در دانش پروردگار میگوید تو پدر مادر تا احترام کن، وقتی وای نزد تو میآید خیز برای اونا تعظیم کن و در دعایت بگو که پروردگارا پدر و مادر مرا خار نگردان،
پدر و مادری مرا درمان نکن. پروردگار چی میگوید؟ کما ربیان صغیرا، چگونه ای که در خردی تو این پدر و مادر این گونه دعا را در حق تو کرده بودند. از این خاطر وقتی اونها که این دعا را در حق ما کرده باشند، پس باید که ما چیکار کنیم؟ در حق اونها دعاگو باشیم، باید اونها را نرنجانیم. حضرت عبدالله ابن مسعود از حبیب خدا پرسیدن کدام عمل محبوبتر به سوی الله هست؟ پیغمبر چی گفتن؟ الصلاة علی وقتها، نماز در وقتش خواندن گفتن این بهترین عمل به سوی پروردگار است. ثم ایون یا رسول الله، بعد از آن چی؟ ای پیغمبر، حبیبی خدا چی گفتن؟ بر الوالدین، در حق پدر و مادر خدمت کن. گفت این محبوبترین عمل از سوی پروردگار است. از این خاطر جوانای عزیز، برادرای مهربان، کسانی که امروز صاحب پدر و مادرین، مادامی که شما نمازخوانین، مادامی که شما مخلصین، مادامی که شما پیروی قرآنین، به همه شما قرآن مراجعت میکند که کاری کنین که پدر و مادر از شما راضی باشد، کاری کنین که اونها را نرنجانین، زیرا که تمام عبادت های شما حبته می شود. حتی دیگر گویم همون متل های تاجیکی، آب ما و شما رنگ نمی گیرد. بر آباءکم تبرکم ابناءکم. پیغمبر خدا گفت اگر خواهین که فرزندهاتون شما را فردا احترام کنند، امروز احترام پدر و مادرتون کنید. اگر کردین، فردا فرزندهاتون احترامتون میکند. چگونه معامله ای که میکنی، از فرزند هم خیلی معامله را انتظار باش. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. برادر استاد عبدالرحیم 10 سامان، استاد عبدالخالق 10 سامان، در حق استادها برادر اکی خیر الله و استاد سید احتم، عبدالمومین، فرهاد، نورانشاه، استاد نعمت، استاد کمال، بابا جان و دیگرها دعا کنید. خب اینجا در استادها خیلی خدمت های زیاد کردن این هفته، باز دوام دارد کارشون. برادرمان حاجی حسن که آهک یمان طرف همش تأمین کردن، حاکیم برادر عالم جان، سیل یوستر برای همین اطراف مسجد و مسجد پهلومان خدا برکاتش داد، همین آشیانه دویم همون حاکیم جان تعمیر کردن، برادر عالم جان با سیل یوستری دیگه هم دیروز آوردن. در حقی بابای حاجی زین الدین که از این محله فرزندشون 20 سامانی دادن که دعا کنید.